سلام. خیلی ممنونم. متشکرم. متشکر از لطفتون. خوش آمدین. به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. موضوع برنامه امشب ما اعتماد به نفسه. کیا دارن؟ خیلی خوب. اعتماد به نفس پدیده عجیبیه که اگه داشته باشیش و به جز اون دیگه هیچی نداشته باشی میتونی به همه جا برسی. بزرگترین مشکل بشر اولیه هم اعتماد به نفس بود، که البته بعد از اینکه موارد استفاده از برگ رو کشف کرد این مشکل برطرف شد. خیلی ها به خاطر ایرادات ظاهری که دارن دچار مشکل عدم اعتماد به نفسن. الان خوشبختانه عملهای زیبایی این مشکل رو حل کرده. آقاه تا دیروز سر رودش لای دوتا دندون جلوش بود، الان رفته لامینیت کرده، هر جا میره تا اینجا بازه میخنده، لوزش این شیرفلکه اداره مرکزی آب از اون ته دیده میشد و به طور کلی ظاهر نقش خیلی مهمی در اعتماد به نفس انسان داره. دیدید اخیراً بعضی از آقایون وقتی دعواشون میشه سعی میکنن مثل برخی از جانداران با ظاهرشون همدیگر رو بترسونن. دیدین؟ یکی لپاشو باد میکنه، تو دعوا دیدم لپشو باد میکنه، بعد اون یکی چشاشو درشت میکنه، زبونشو میاره بیرون تا آخر، این طرف شونه میندازه بالا، همزمان زانوهاشو میکوبه به هم، این وسط نه این وسط دل آدم فقط برای اون جمعیتی میسوزه که وایستادن یکی یه مشت پرت کنه سرشون گرم شه. همونطور که در برنامه های قبلی گفتم یه اتفاق جدید داریم و اون اینه که یک نرم افزار پرداخت موبایلی داریم که تحت نظر مراجع قانونی کشور در حال فعالیته و با خیال راحت میتونید از خدمات اون استفاده کنید. این نرم افزار اسمش تاپه. یکی از قابلیت‌های این نرم افزار ارسال شارژ برای فرد مقابله. یعنی موقع خرید شارژ در اون بخشی که باید شماره تلفن مورد نظر رو وارد کنید میتونید به جای شماره خودتون شماره فرد مورد نظر رو وارد کنید و تراکنش رو انجام بدید و در همون لحظه موبایل فرد مقابل شارژ بشه. پس عدد 44 رو به 3080 ارسال کنید. یه پیامک براتون ارسال میشه، روی لینک دانلود کلیک میکنید و نرم افزار رو نصب میکنید. تأکید میکنم که این پیامک رایگانه و هیچ هزینه ای از شما کم نمیشه. آخرین فرصت برای شرکت در این قرعه کشی 22 اردیبهشت که جایزش هم یک دستگاه خودروی شاسی بلند خوبه. ارسال 44 به 3080. سلام. دوستمون همیشه هست در دور همین. امروز هم میای بالا دیگه، هم معروف شد بی خودی، یعنی چند جلسه هست هی میاد بالا، امروز هم بیا ببینم چی کار میتونم واسه. ببخشید. ما
الان تو فلاش تانک هستی. فلاش بک. فلاش بک. یس. ما تو فلاش بک هستیم. الان 16 سال قبله. اون زمان من مجرد بودم و اصلا اعتماد به نفس نداشتم. بله، ببخشید، چی کار داریم با من؟ کار داشتم. خب میشه جزوه‌تون رو به من بدین؟ جزوه کدوم درس؟ هر درسی که کرمتونه. فقط دست خط خودتون باشه بی زحمت. جزوه ندارم، نیاوردم با خودم هیچی. ببخشید، من کار دارم، باید برم. کاری ندیگه. نه وایسین. بله. شما قصد دارین ادامه تحصیل بدین؟ بله. خیلی زیاد تا تش میخوام برم. میخوام اول دکترا بگیرم، بعد PhD، PhD2، PhD4، اومیگا، PhD3. اون وقت فکر نمی کنیم وقت ازدواجتون میگذره؟ بله. سرما خوردین؟ اجازه بدین من فداکاری کنم گرمتون کنم. اجازه بدین. نه، من کاپشن نمیخوام آقا، چی سردم نیست. چی گفتین؟ میگم شما نظرتون درباره آدمای قد کوتاه چیه؟ ای اینقدر بدم میاد. مامانم همیشه میگه که مردای قد کوتاه شبیه قرمه سبزی زود پز میمونن. نگین، خب خدا داده عزیزی چی پس؟ غزال تیسپا گل سعودمون رو زد واسه جام جهانی؟ نه دیگه، اونه که پاسش علی دایی داد که، وگرنه کاری نداره، لقمه آماده بود دیگه، منم بودم میزدم تو گل. ولی خب قبول دارید که ما قد کوتاه کارو تموم میکنیم، ما گل زنی. نمیدونم، من کار دارم، باید برم. کاری ندارین، خدافظ. نه وایسین. بله. اونجا رو ببینی؟ کجا؟ اونجا سایه هامونو. کو؟ دیگه مثل دوتا خط موازی میمونه. کو؟ من نمیبینم. دوتا کبوتر منتظر. کو؟ میتونم آدرس پنجرتونو داشته باشم؟ آدرس پنجره ما رو میخواین چی کار؟ میخوام بیام بشینم زیرش آواز بخونم. ای اینقدر بدم میاد با اون صداتون، شبیه خروسه. ما خروس داریم خود. نه، اونجا زیر قرنیز که بخونم اکو میشه. قرنیز پنجره خوبه، من صدا زیر پنجره ایم خیلی خوبه. فکرشو بکنین، من زیر پنجرتون نشستم، بعد با این موزیک دارم برای شما میخونم. با چرا اینجوری میکنی؟ چته تو؟ من اعتماد به نفسم کمه، خجالت میکشم. آخه اعتماد به نفس نداری؟ نه. چی رو نگاه میکنی؟ درویش کن بابا، درویش کن! ولش کن، چی میگی؟ درویش کن! یه دقیقه بایستا! بیا! کجا رو نگاه میکنی؟ ولش کن! نه، میخوام فقط باش صحبت کنم. کجا رو نگاه میکنی؟ منو ببین! درویش کن اون برو، منو ببین! ولش کن، کشتیش! خیزدی! ولش کن، کشتیش جانی! شما همیشه اینجوری قشنگ جیغ میزنی؟ نه، فقط زمانه که تو کوچه‌مون دعوا میشه اینجوری جیغ میزنی. خیزدی! کشتیش جانی! جانی، ولش کن! خیزدی! خب، یکی از مهمترین عواملی که تولید اعتماد به نفس میکنه پوله. رفته در خونه همسایه که بگه نباید تو حیاتتون آتیش روشن کنید، میاد میگه نگفتم که. در رو باز کرد، دیدم 2 میلیارد ماشین تو پارکینگشونه.
دیوارا همه آینه کاری، لباسا همه مارک. گفتم اومدم بگم از این ژلای آتش‌سا اگه ندارید ما داریم بدیم خدمت. حتی از مدل پول گرفتن بعضی از آبربانک هم میشه به ارتباط بین پول و اعتماد به نفس پی برد. اونی که بالای 100 میلیون تو حسابشه یکتی وای میسه جلو دستگاه رقمو میزنه، بعد هی چهار تا انگشتشو جلو دستگاه اینجوری میکنه، یعنی بده بیاد بینیم بابا به دستگاه. رسید پولم میگیره میندازه همونجا که نفر بعد بیاد موجودی رو ببینه حسرت بخوره بترکه. اونی که زیر 250,000 تومان تو حسابش پوله اینجوری چنبات میزنه تو دستگاه که موجودی حسابش هست این کسی نبینه. پولم که میگیره دوتا مش میزنه رو دستگاه، بلکه اشتباه بشه یه دوتا دهی اضافه هم بده بیرون. یه عده‌ای هم انقدر تو زندگی از این و اون رو دست خوردن که اعتماد نمی‌کنن کارتشون رو بسپرن به دستگاه. سر کارتو گرفته میگه بس دیگه، خب من 15 تومن که بیشتر نمیخوام، حتما تو تهش رو باید بکشی تو. یعنی از اون طرف تو بانک کل کارمندا اون سر کارتو گرفتن دارن میکشن، بازم زورشون نمیرسه. کیا اینجا اعتماد به نفس ندارن؟ ندارین؟ بفرمایید دیگه. خانم بفرم. خب اعتماد به نفس ندارین؟ بفرم جان. اعتماد به نفس منظور چی آخر؟ یه نمونش بفرمایید. اصلا همین که اومدین بالا یعنی اعتماد به نفس دارین؟ دارم بله. بله. خب اعتماد به نفس ندارین؟ من اعتماد به نفس فقط دارم خاطره تعریف کنم، هیچ اعتماد به نفس دیگه ندارم. فقط یعنی خاطره تعریف؟ فقط خاطره تعریف میکنم تو دوستان. اعتماد به نفس دارین دارم. یا نه؟ آره. دارین؟ دارم، برای این کار دارم، برای بقیه کارم. برای خاطره تعریف کردم فقط. الان خاطره میخواین تعریف کنین؟ دوست دارین کوچولو تعریف میکنم؟ بفرمایید. اشکال نداره وقت گرفته میشه یک دقیقه؟ نه اب نداره. والا قدیما یه بنا بود، دو تا شاگرد بنا داشتن. خب ما تازه از یزد اومده بودیم تهران برای کار و استاکارمون رفته بود یه موتور گازی خریده بود به 1,000 تومان. چسبیدیم استا جان باید شیرینی به ما بدی. گفتش شیرینی چیه؟ گفتیم موتور خریده. گفت اصلی میبرم بدون سوسیس میدم. ما تا اون روز جان آقای مدیری سوسیس نخورده بودیم حقیقت. رفتیم میدون انقلاب بغل سینما، اسم اغذیه فروشی رو نمیبرم. گفتش که آقا یه سوسیس درسته دوتا نصفه، معمولا این شکلات میپیچن از وسط میبرن میدن. ما چون برای اولین بار بود، اون پسر خالش بود و من شاگرد معمولی، بنده سوسیس رو خوردم تا تهش. بعد گفتم که استاد ببخشید این آشغالش رو کجا بندازم؟ گفت آشغالش چه؟ گفتم اون تهش که پیچیده بودن. گفت پس کاغذش چی شد؟ گفتم کاغذ زد داشت استاد جان، من خوردم همه را. بعد گفتش که خاک به سرت کنن، اقلا محمود اسما مستعاره دانجان مدیری، محمود پسر خالم حداقل آبروی منو نمیبره دیگه. گفت محمود کجاست؟ یه دفعه دیدیم محمود لب جوب افتاده بیاده بیا. رفتیم گفتیم چی شده مسموم شدی؟ گفت نمیدونم. گفت بابا نصفشم این خورد. گفت نه این تای ساندویچ خیلی سفت بود، اون شکلاتیش هم خورده بود دیگه. تا تایش دیگه هیچ دیگه. به هر جهت این خاطره بود که برای من فقط همین. شما اعتماد به نفس ندارین؟ نه ندارم دیگه، برای این کار دارم. برای این کار؟ تو دلت بخواد از نظر طنز دروغ بگم اینجور چیزا رو خوب دارم، ولی برای کار نه، برای کار حقیقت محض، برای طنز دروغ محض. بله بله. تو خونه عیالم چند وقت پیش گفتش که، یکی گفت من این دشتی رو 2 سال باش کار میکنم نشناختم. عیالم گفت من 40 سال زندگی میکنم نشناختم، تو به 2 سال میخوای بشناسی اینو؟ نمیشه، نمیدونم کی راست میگه کی دروغ. بله. شما اعتماد به نفس نداری؟ نه. خیلی شما بفرمایید. خب تو چی اعتماد به نفس ندارم؟ بله. خب تو ظاهر ندارم. ظاهر و تیپ. چرا؟ هر چی میگیرم نمیدونم تا
کسی بهم بگه نمیاد یا اینجوریه ندارم دیگه. خوشتیب نمیشم. یعنی لباس و اینا خوشتیب نمیشیم. ظاهرم هم خوب نیست قیافم. چرا؟ کی گفته؟ دارم خواهد بینی معمل کنم. خب نه خب دیگه بینیمو عمل کنم. دندونام هم یکم اندازه هاشون یه دندون خرگوشی دوست ندارم. خب دارم خواهد یه دست صاف باشه. خب بعد سفید باشه. بیشتر الان آرزوهاتونو میگین. ببینید من به نظرم هر کسی اونجوری که هست خیلی خوبه. چرا؟ هر کی همون جوری که هست خیلی خوبه. برای اینکه ظاهر حالا قشنگتر آره ولی ظاهره خیلی مهمه. کاراکتر شخصیتتون مهمه که حالا انشالله که خوبه. چیکار کنم الان؟ هر کاری می‌خوای بکن. کسایی که فکر می‌کنن ایشون بهتر بودن خانم خانم برنده شد. من فکر نمی‌کنم. چرا؟ به خدا. خب خیلی ممنونم که تشریف آوردید. نصف بود آقای مدیری. جان؟ نصف نصف بود. نه. بشمارین دیگه کاری نداره. یه بار دیگه می‌بینیم. برای آقا ببینین. نه خب اون ردیفو ببینید، این وسط هم ببینید، این به نور کمه، نور کمه، دستا مشخص نیست. به خاطرتون بمونه. حالا برای خانم نور کمه آقای مدیری، باور کنین. حالا اشکال نداره، من که اصلا اپلیکیشن اونا بلد نیستم. حالا نه من آرزوم بود بیام بعد دوار شما به اومدم. خواهش میکنم. کاش همه کسایی که اعتماد به نفس نداشتن مثل شما بودن. واقعا باریکل ایشالله سلامت باشین. خیلی ممنونم خانم، مبارکتون باشه. سلامت باشم. مرسی. مرسی. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. مرسی. شما اعتماد به نفس نداری؟ وا ویلا. نمایش ببینیم. عزیزم. سلام. سلام آقای مدیری، تشریف دارن؟ بفرمایید جانم. برای امضای قرارداد مدیری هستم. برای امضای قرارداد مزاحمتون شدم. امضای قرارداد. آره خدمتم. بفرمایید، در خدمتم جانم. ای جان، ای جان. آقای مدیری؟ بله بله، البته شما حق داری، منو توی تلویزیون یه ذره درشت‌تر دیدی. بله. آره احتمالاً تلویزیون تو از این قدیمی‌هاست. رنگش هم تنظیم نبوده. خب رنگش رو شما تنظیم کن، بذار کانال 48 مدیریش میزنه بیرون. بله. آره اون وقت این شکلی میشه. آره. شاهد هم از غیب رسی. به مدیری میگن شاهدت کیه؟ میگه سیامک انصاریه. خیلی خوش آمدین. با کی کار دارین؟ با من کار دارم. سلام. با آقای مدیری کار داشتم جهت بستن قرارداد که قبلا باهاشون صحبت کرده بودیم. خب خواهش، خوش اومدیم. بفرمایید بشینیم. بفرمایید بیا بشین، خرابکاری نکن، من درستش میکنم. بفرمایید قراردادو میشه به من بدی؟ بله. نگاه کنم؟ هیچی نگی و هیچی نگی. آره آره، من میخوام ببینم این پشت بون لوکیشن شما باند هلیکوپتر داره، چون من عادت دارم با هلیکوپتر شخصی میام سر لوکیشن، رو اچ میشینم. آره بعد یه چیزم از بازیگر مقابلم، اگه خانم بلوچیه من نیستم و گفته باشم. خانم بلوچی کیه؟ مونیکا بلوچی. اصلا خیلی اخلاق نداره، اصلا خوشم نمیاد ازش، نیستم. آره میخواین شما یه وقت دیگه تشریف بیارید؟ نه نه نه، تابلو نکن، تابلو نکن دیگه. یه منو درستش، یه نقشی هم لطف کنید به ایشون بدین، یه دوربین بذارید، این میاد زولشو میزنه میره. آره خیلی هم ارزون میفته، زولی 500 تومن. آره شما خوب دقت کردین، چهره رو اشتباه نگرفتید. نه نه
ها یه چیزی موردی هم من گفته باشم به شما در جریان، من توی فیلم عاشق هیچکی نمیشم، همه باید عاشق من بشن. گفته فیلم نامه الان هست، من این نگاه جزمی بهش بندازم. بله حتما بفهمید. آره آه چی؟ زن سر من داد میزنه؟ بله زن سر مهران مدیری داد میزنه؟ فیلمنامه رو عوض کنید، من سرش داد میزنم، یه چکم میخوابونم زیر گوشش، حساب کار بیاد دستش. فهمیدین؟ این فیلمنامه از نظر من رده، اصلا چیز نیست. بعدم جوون خوشگل فیلمتون باید من باشم، یعنی تو بازیگراتون آدم خوشگلتر و خوشتیبتر از من نباید باشم. این فهمه بعدم برات گرون تموم میشه. توی چی نگو، من خودم درستش میکنم. گفته باشم ها، بازیگر مقابل منم باید سیامک انصاری باشه. آره میدونی چرا من 20 ساله دارم باش کار میکنم؟ چون هیچ جذابیت بصری نداره این بچه. هیچ. آخر فیلم نامم یه جوری بنویسین که من میام کافر رو میریزم به هم، همه رو میزنم، بعد میرم رو صحنه میکروفون میگیرم دستم، برای اونایی که زدم میخونم. نه نه دیگه از این فیلم ها نمیسازن الان. آه. که شما قراردادو بذارید شما... فردا میاد صحبت میکنم. شما چی کار دارید؟ بعدشم تو قرارداد من قید کنید و همه منتقدا باید به من فوش ندن، به این فوش بدن همشون. آره عکس منم باید سردر سینما دروش بخوره در حالت پرواز، درسته؟ عین سوپرمن. بله امر دیگه ای ندارین؟ آقای مدیری دیالوگای منم لطف کنین، زیرنویس انگلیسی کنین، خب چون من خیلی بازیگر مطرحیم، همه نگاهشون به منه، بفهمن من چی میگم. بله. بله فقط جسارتاً تیتراژ فیلمم خودتون میخونید دیگه، همون ترانه بیا بریم دشت، کدوم دشت که با هم صحبتش شد. آره دیگه. آره بله. من خیلی صدای جالبی هم دارم، بخونید براشون. نه حالا نه. چرا بخونید؟ نه دیگه حالا یه مقدار الان من آلرژی فصلی دارم، صدام خروسی شده، اذیت نکنید. صدای شما با این چیزا خراب نمیشه، بخونید که ببینن. بذارم تیتراژ بفرمایید. دارم حالا وایسون. چشم حالا اصرار میکنید بفرمایید. بیا بریم دشت، کدوم دشت؟ همون دشتی که خرگوش تاب داره. آی بله واسه خرگوش تاب داره؟ این خرگوش یه ذره خله نمیذاره بخونه. حواسم کجا بودیم؟ ها بچه صیاد به پایش دام داره. آی بله بچه صیدم را مزن، خرگوش دشتم را مزن، خواب خرگوش به خواب یار میماند. بله خواب خرگوش به خواب یار میماند. بله خواب خرگوش به خواب یار میماند. بله رفت. نه نه فرار کرد. من بهتر از مدیری خوندم نه؟ خیلی. آره آره خیلی. آره من چون به مدیری تحریرها رو میخوره متاسفانه. آره من خیلی گامم بالاست. آره من خیلی گامم بالا جوست میخونم. متوجه شد. آره مدیری ناراحت نشی، من اینو دارم میگم و پتانسیلشو داری ولی ما اینجا کاپی نداریم. بلند شو بیا بازم من یه چیزی بگم به مدیری پیشنهاد برای کارهای بعدی، از ته گلوت نخون بیا بریم کو، این نه این بعده، بیا بریم کو، بیا بریم دیاف، از دیاف بیا بریم به دیافش بده. فهمیدم. قدیما بعضی ها اعتماد به نفس عکس انداختن نداشتن، تا دوربین میدیدن میگفتن ننداز من عکسم بد میشه، من خوش عکس نیستم. الان به لطف فتوشاپ دیگه کسی از عکس نمیترسه، میره آتلیه عکس میندازه میگه لطفاً پره های بینیمو بگیرین تو عکس،
این افتادگی لب ها رو تبدیل کنید به چال روی لب، قبقبم رو بندازید سر پیشونیم، چشمام هم کهربایی باشه، این سیبک گلوم هم سربالا کنین. دیگه الان این امکانات روی موبایل همه هست، عکس رو میندازن 2 دقیقه روش کار میکنه، با 150 کیلو کاهش وزن میذاره تو فضای مجازی. البته بعضیا انقدر اعتماد به نفس دارن که از این امکانات اصلا استفاده نمیکنن، همینجوری عکس و روتوش نشده همه جا آپلود میکنن. داره رخ میشوره تو لگن، عکسشو میذاره، مینویسه پیژامه زرده حبیب آقا که خیلی دوستش داره. دیدین که میگم؟ نمونه های جالبی از اعتماد به نفس در بین حیوانات هم دیده میشه. جغد با اون چهره هر کیو میبینه یه چشمک بهش میزنه. دیدین؟ یا مثلا ماهی، اون لحظه اولی که از آب میفته بیرون یه جوری فلسفی نگات میکنه که انگار اصلا برای مهم نیست، اصلا زندگی چه ارزشی داره. بعد که میبینه قضیه جدیه شروع میکنه بالا پایین پریدن. یا فوک، کله رو از آب میاره بیرون، یه سیبیل کم پشتی گذاشته، فکر میکنی خیلی درگیر مفاهیم عمیقیه و خوشتیپ و اینا، کل که میاد بیرون میفهمی اون زیر چه خبر بود. اینو بگم، ارسال 1 به 30 80 علاوه بر این که مزایایی که گفتم همیشه داره، در واقع در یک قرعه کشی بزرگ شما رو شرکت میده که جوایز 6 دستگاه اتومبیل خاص و 6000 جایزه 1 میلیون ریالی برای 6000 نفره. اینجا چه زوجهایی رو داریم که یکیشون با اعتماد به نفس کامل فکر میکنه از اون یکی خیلی سره. شما میخواین خاطره بگین؟ شما سرین؟ بله؟ بفرم دیگه. کی سره؟ شما خانم؟ شما؟ جان؟ بفرمین. خب حالا شما چطور؟ خب لطفاً کنار هم که یه دوربین شما رو بگیر. بفرم شما سرین؟ اینطوره، بالا بگیرین لطفاً. چند سال ازدواج کردی؟ 25 سال. خب بگین در چه چیزایی شما سرین؟ من به نام خدا سلام عرض کنم خدمت حضار محترم و بینندگان عزیز. من یک خاطره تعریف میکنم که ثابت بشه که من که شما افضل هستم در چیزم نسبت به خانم. من سر یه چهارراهی بودم، بعد با یه آقایی که راننده بودیشونم هم بحث چیزی کردیم رانندگی، یه بیهتاره اون به من کرد، منم یه بیهتاره به اون کردم و من سری در ماشین باز کردم که برم دعوا کنم. خانمم گفت که نرو، خوب نیست. بعد یه آقای از تو ماشین در اومد، 3 برابر من هیکلش بود، آمد طرف من، سری منو گرفت و من فکر کردم خواهشن آقا تو آبرو منو پیش خانومم نبر. من اینجوری خوابان رو کاپوت ماشین اینجوری، گفت چی میکنم؟ غلط کردم، فقط خواهشن آبرو منو نبر. خب یه چیزی خب نه چیتون سر از خانوم؟ اون آقا سر بودن از جفتتون. نه شما چیتون سر از خانم؟ برای خیلی کارها مسائل زندگی خودمون من میخوام انجام بدم و میدونم که موفق میشم، ولی خانم میگن انجام نده، احتمال داره موفق نشه، شکست خوره تو این کار، ولی من میگم انشالله که موفق میشم و این کارو انجام میدم و موفقم میشم. خانم شما بگین ایشون سرن شما به نفسش مشخصه دیگه، داره الان بله بله نشون میده دیگه. نه شما از دل شما بشنوی میکن. چی بگم؟
واقعا سران از شما، یعنی تو فکر، توی راه حل، توی مدیریت. البته آخرش حرف خودمه. میکروفون رو تو خونم، تو خونم حرف آخر من میزنم جهت اطلاعات و خودم میدونن که حرف آخر من میزنم و میگم چشم. یه مشورت با هم بکنین تا دوستان حرف میزنن. ساره میکروفون رو بدین. بله بفرمه. سلام خدمت شما، خسته نباشید. خواهش. و الان چی بگم؟ شما سرین یا نه ایشون اعتماد به نفس بالایی دارن ولی هیچ وقت نمیگن من سر هستم، ولی اعتماد به نفسشون بمب اعتماد به نفس به عبارتی. خب این خوبه یا نه؟ خوبه بعضی جاها، ولی خب بعضی جاها هم نه خوب نیست. نه. مثلا توی جمعی که هستیم یه بحثی که میشه، تو هیچ بحثی نمیخواد کم بیاره، همه چی رو میدونه و تو هر مبحث علمی خودش رو دانا میدونه. یعنی خب بالاخره بعضی جاها خوبه، ولی من خودم دقیقا نقطه مقابل ایشونم. اصلا حالا شاید به عبارت اعتماد به نفس اصلا نداشته باشم، شاید حالا بعضی چیزا رو بهتر از ایشون بدونم، ولی مثلا میگم نمیدونم توی جمعی، ولی ایشون دقیقا، یا مثلا بعضی وقتا تو همین خونه مثلا حرفی میشه یا مثلا من به حرف ایشون گوش نمیدم، بعد حالا مثلا شکست میخورم میگه که چون به حرف من گوش ندادی، آخرش ببین رسیدی به حرف من. تو این چیزا اعتماد به نفس بالایی داره، توی ظاهر و حالا مثلا اینکه من برترم از سر بودن نه، ولی مثلا همه چی رو میدونه. بگی شما کلن همه چی رو میدونیم؟ همه چی میدونیم آقا. ما لباس هم که میریم بخریم، اول مغازه میخریم میایم بیرون، میگه که من گونی بپوشم بیاد. ای وای ای وای. در حرفتون هم میشه یه وقتایی سر این موضوع؟ آره بله، چون نقطه مقابلیم، دقیقا تناقض داره. مثلا من برادرم استاد فیزیک هستش، بعد کلاس های خصوصیش رو مثلا بعضی وقتا نمیرسه بره اینا، ایشون میگه که داداش بذار من میرم، در حالی که هیچ تخصصی توی فیزیک و اینا نداره، میگه داداش بذار من میرم. فیزیک درس میدی، گونی میپوشی، همه چی همه چی خوب. موسیقی الان جدیدن تو کار ساخت و سازیم الان. خب ایشون بهتر بودن این زوج؟ این زوج خیلی خیلی لطف کردین، قربون شما، تشکر میکنم، تشکر میکنم، تشکر میکنم. نمایش داریم، خسته نشین. یه چیزی واسط فرستادم، نگاه کن خیلی باحاله، نگاه کن. ببین اون پسره رو دیدی؟ اون پسره رو بهت نشون دادم که ادای یکی رو در میاره که ادای اونو در آورده، بعد این اداشو در میاره. آه ادا نه نه ندیدی؟ آره آره بفرستش، بفرسته. آره باشه 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 بفرسته. آها بفرستم. آره دیگه همین الان بفرستش من ببینم. آره فرستادم فرستادم. آره گله من چی با خودت حمل میکنی ها؟ چی چیه؟ مشکوک میزنی ها؟ آره چی میگی؟ واسه خودت یه دستگاه سی دی توش گیر کرده، دارم میبرم بدم درستش کنم. آه گیر کرده. کیفمو بر نداشتم با کلیدم، ببخش. یه دقیقه اینجا باشه من برم بردارم. از بس گیجی. آره آره آخه بیچاره. یه سی دی رو نمیتونه در بیاره. نه دیگه دیگه نه جربوزه داره نه اعتماد به نفس داره. آره ایدونی. آره اصلا الان اکثر مردم همین جوری هم. من رو نبین که اینقدر تیزم، اینقدر بوزه. آره 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 اکثرا این جوری هم. آره. سی دی گیر کرده توی نمیتونه در بیاره. چی کاری نداره که دوتا مش بزن بهش در میاد. آره دیگه اصلا راهش همینه. آره الکی برم در نمیاد، فکر کنم از این آرنجی هاست. آره آره آرنج بزنی در میاد.
آخ 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 ترک خورد. منم ترک خوردم. آخ آخ این ترک خورد. آره فکر کنم اعتماد به نفس زیاد. آره نه تو گفتی مرد با اعتماد به نفس بالا دوست داری. من با سهم خودم رو نشون دادم. خب الان چی کار کنیم؟ ترک خورد. مرسی هستی. باشه باشه باشه. الان اینا چی کار کنیم؟ ترک خورده. خب اونو اونو من نمیدونم. برعکس کنیم. فهمیدم. اینو برعکسش میکنیم. دوباره میذاریم تو کیسه. آفرین آفرین. باریکل اصلا راست گفتن که پشت سر هر مردی که اعتماد به نفس بالایی داره یه زن مارموز هست. مرسی هستی. نه تو مرسی هستی، مارموز من. آره باشه باشه باشه. ببین این از این سوکتی هاست. خب باید بیاریم بیرون بعد دوباره جا بذاریم سیدیش در بیاریم. آها خب بذار بیار بیرون. بذار بیا ببین. آها در رو بردیم. حالا بذار حالا دوباره. آها خب نه ببین الان دیگه نمیتونیم بذاریم سر جاهاش. خب آره ببین من بردیم بلد نیستیم بذار. خب سر جاشی الان میاد. بذار من تو اینترنت سرچ کنم. خب الان یه راه حل براش پیدا میکنیم. الان یه راه حل سب کن. پیدا کردم. چی اینجا نوشته که انسان‌های با اعتماد به نفس دنبال کارهایی میروند که توانایی انجام آن را ندارند. آنتونی رابینز. آها الان این درست نمیشه. ببین آنتونی رابینز درباره سوکت چیزی نگفته. آها پیدا کردم. نوشته که هنگامی که به نیمه نبرد رسیدی نفس عمیقی بکش دوباره آغاز کن. جردن باروفس. الان عمیق بود. آره. الان دوباره شروع. آره دوباره آغاز. بیا تو یه طرفشو بگیر بکش. تو یه طرف اینو بگی بکش. بده. منم یه طرف دیگرش بکش بکش بکش. سه. نه بذار بذار اینجا. این دوتا رو بگی بکش. بکش بکش. بگی. چیز شد. الان چی؟ الان من نمیدونم. چیکار کنم؟ بذار کمک بگیرم. الان از اینترنت کمک زود باشی. آره. الان میاد. الان میاد. خب نوشته که تو تلاشتو کردی. بیش از این به اعتماد به نفست سخت نگیر. اینو کی گفته؟ اینو پروفسور شلمان. این شلمان نگفتی الان میاد ما چه خاکی باید برزیم تو سرمون. الان آره. یه دقیقه اینو ببین اینو ببین. نه در مورد خاک چیزی نگفته. چیزی نگفته. خیلی نه. همینو اینو باز کن. اینو باز کن. اینو باز کن. اینو بریز بریز اومد. بریز بودو بود بابا. بیاز پیچاشو پیچاشو پیچاشو. این چیه؟ چی کار داریم با زندگی من؟ ها؟ چرا اینجوری میکنی؟ اصلا الان میگن پل‌های خراب شده دیگه خراب شد. الان به زندگی پیش روتون مواجه بشین. آره پروفسور کلود کلودی. آفرین آفرین. هیچ اتفاقی نیفتاده. نه آنچه که افتاده انرژی توست مهران مدیری. آره به زودی صدای خرد شدن استخوان‌هایت را خواهی شنید. آرنولد شوارزنگر. میگم از آرنولد گفت آره وایستاده. از آرنولد گفت الان ما چی جوابشو بدیم؟ هیچی دیگه بگیم. پاشو بریم. یه دو سه روزی جلو چشش نباشیم. آبا از آسیاب میفته. آنی آفری آفری. وقتی گندی میزنی زیاد جا به جا نشو. آره الان پاشو از رویش بپر و محل را ترک کن. الان ما باید بپری محل را ترک کن. پاشو
خب یه مدل اعتماد به نفس هم داریم که مخصوص خانم هاست. همه کارا رو باید اینجا خودم بکنم. خب مخصوص خانم هاست، خصوصا اونایی که میشینن با هم مراسم فرش قرمز اسکار رو تماشا میکنن، همه رو از دم میگن وای خاک بر سرم، این دیگه چه افتضاحیه این پوشیده، این باید چند تا پلیسه دیگه به دامنش میداد، این همینو سودا به جون برا من دوخته بود، یه بار پوشیدم پاره شد. نیکول کیدمنو ببین چه بیریخ شده، انقدر رنگ موی قلابی گذاشته موهاش دیگه رنگ نمیگیره. این مشو من سال 70 گذاشته بودم، داوود خوشش نیمد رفتم اندو گذاشتم، مدل گوجه ای آوردم بالا. آنجلینا جولی هم قبل از مراسم فکر کنم دعوا شده، یقش رو جر دادن. بعضی از آقایون هم از این اعتماد به نفس ها دارن، منتها در حضور خانوماشون خیلی به زبون نمیارن، تو ذهنشون مرور میکنن با خودشون. بازیگر پرفروش هالیوود رو میبینه میگه آخ آخ من باید با این ازدواج میکردم، عجله کردم، اول جوانی زن گرفتم، باید صبر میکردم، قسط این دستگاه جوش هم تموم میشد بعد تشکیل خانواده میدادم. فکرشو بکن، فکرشو بکن، کارت عروسیم یه طرف مینوشتیم لطفی، یه طرف مینوشتیم لوپز. داریم از این اعتماد به نفسهای پنهانی زیاد داریم. مهمان داریم، چه مهمانی، بازیگر آروم بی‌حاشیه، همکار طنز، همکار جدی، خانم مریم کاویانی. خوش آمدین، بفرمایید. خیلی خوش آمدین، اگر سلام علیکی هست بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنونم. و بینندگان عزیز، سعادتیه که الان در خدمت شما هستم. خیلی ممنون که تشریف آوردین. بریم سر سوالا کوتاه و جواب کوتاه و اینا. بله واقعا همینطور مظلوم و محجوبین یا ما اینجوری میبینیم؟ هستم. نمیدونم. نمیدونم، خودتون میدونید. هستین همینجورین؟ خیلی میشنوم، شاید اینطوری هم میشنوین که محجوب و بله. بعد یه روی دیگه هم دارین؟ خیلی پیش نمیاد که اون رو معلوم بشه. کیا پیش خیلی زیاد اگر اذیت بشم شاید اعتراضی بکنم. بعد چی میشه؟ تذکر میدم. فقط تذکر میدین؟ بله. یعنی داد و بیداد، اینا، شکستن اجسام سخت، نه نیست؟ نه، هیچ وقت. میدونم که شما شغلتون شغل شریف پرستاری بوده، درست میگم؟ بله. چند سال این کارو کردین؟ من تقریبا 3 سال. 3 سال؟ بله. و چی شد که منصرف شدید و وارد بازیگری شدید؟ من واقعا منصرف نشدم، ولی انقدر پیشنهاد کار داشتم تو سینما که فکر کردم چیزی که خودم نمیرم دنبالش حتما جزوی از شانس و سرنوشتمه و نباید نبگم. اومدم تجربه کردم و بسیار نتیجه خوبی بود و یه جورایی انگار بر من معجزه بود. اعتقاد دارین به شانس و سرنوشت؟ خیلی زیاد. بله. خب توی فضای کارتون یعنی پیشنهاد داشتین تو بیمارستان؟ همکاران زیاد می اومدن اونجا.
و من اونجا بله پیشنهاد کار زیاد داشتم و اوایلش هی مخالفت میکردم، ولی بعد یهو احساس کردم که شاید یک نشانه‌ای تو این اصرار هست که باید برم و ببینم چیه. اولین پیشنهادی که پذیرفتین مال چه کسی بود؟ کارگردان بودن؟ بله، خانم افسانه منادی و آقای نادر مقدس یک کاری رو داشتن میساختن که منو تو بیمارستان دیدن و دعوتم کردن به صحنه. من از طریق یکی از همکاران به نام خانم مرتضوی که در آزمایشگاه کار میکردن به اتفاق ایشون رفتیم تو صحنه، فقط بریم پشت صحنه رو ببینیم. یهو دیدم مانتو تنم کردن و گفتن نقش پزشک رو بازی کن. و تو عمل انجام شده قرار گرفتم، با یه برداشت اجرا کردم و تشویق شدم و بعد از اون دیدم که آقای نادر مقدس دیگه ندیدمشون. یک سال گذشت، اکران فیلمشون شد و بعد دیدم عکس منو گذاشتن رو کاست، یعنی پشت کاست، و من خیلی شرمنده شدم از این لطف و تبلیغشون. پیداشون کردم که برم ازشون تشکر کنم. آقای محمد علی سجادی منو دیدن و همین جور هی پیشنهاد داشتم و بله. اولین حقوقتون 200,000 تومان بود؟ من حقیقتش یه خاطره عجیبی دارم در مورد این قضیه. زمانی که من پیشنهاد کار داشتم همه میگفتن چرا نمیری؟ همه حاضرن پول بدن برن جلوی دوربین، چرا قبول نمی کنی؟ بعد اولین قرار داده من تو دفتر آقای تخکشیان توسط آقای متولی مدیر تولید بودن، کار آقای رامبد جوان. زمانی که انتخاب شدم رفتم برای قرارداد، گفتن شما بفرمایید تو این اتاق که قرارداد ببندین. آقای متولی به من گفت خب شما 3 روز کار دارین، 3 تا شب کاری چند بنویسم؟ بعد من گفتم من پول ندارم. گفتن خب یعنی چی پول ندارم؟ گفتم آقا من پول ندارم، شما خواستین من بیام، من پولی ندارم به شما بدم. چون ذهنیتم فکر کردیم باید پول بدین. خب بله. بعد آقای متولی خندهشون گرفت، گفت نه بابا ما باید به شما پول بدیم، چند بنویسم؟ گفتم نمیدونم. گفت 200,000 تومان خوبه واسه 3 شب و برای من یه معجزه بود، چون من 147 ساعت کار میکردم تو بیمارستان با شیفتای سنگین و اون موقع 141,000 تومان میگرفتم برای 1 ماه. و اونجا بله و اونجا بود که من فهمیدم راز این همه پیشنهاد کار یک معجزه مالیه برای من. بله. بعد این اتفاق تو چند سالگی بوده؟ سال 80. 80. 15 سال پیش، 16 سال پیش. بله. چند سالتون بوده؟ 34 سالم. چقدر میشه؟ 47. 47 سال. 47 سالتون. خیلی ها تو جمعیت برگشتن به بغلیشون گفتن دیدم اصلا پیش نمیاد. خیلی دیدی؟ آره درست میگم، ماشاءالله خیلی خوب مونده. بذاریم به تخته. خب ولی جزو کسانی هستین که خیلی عجیبه که خیلی دیر وارد بازیگری شدین و ولی به سرعت این مسیر رو طی کردین. کار طنز یا کار جدی تو کدوم موفق ترین؟ من طبق تجربه جدی رو خب خیلی مردم تونستن با من ارتباط برقرار کنن، ولی من عاشق طنزم، به خصوص وقتی که در ویلای من از نزدیک دنیای طنز رو تجربه کردم. آقای مدیری خیلی دلتنگ کار طنزم. آخه خب خیلی خوبه. آره ویلای منم کار خوبی بود، باز هم یاد عارف میافتم روحش شاد که در اون کار همه ما با هم بودیم. شما وقتی دروغ میگین قشنگ از قیافتون معلومه. بله اینو مادرم هم میگن. بله دقیقا. چه جوری میشین؟ اگر یک جای مجبور شم دروغ بگم استرس تو چشام مشهوده. کاملا مشخصه، یعنی دوچار یک جنگ و دوگانگی با درون خودم میشم که ظاهر من مشخص میشه. این یعنی اینکه آدم خیلی صادقی هستین؟ نه خب خیلی صادق نیستم، ولی تجربه کردم که راه راست خیلی زودتر آدم به مقصد میرسه تا دروغ. برای همین سعی میکنم کمتر دروغ بگم. خیلی هم عالی. خب متولد اهوازین؟ بله. شاید متولد 47 میشین درست؟ 49. 49 ببخشید. بله. و موقعی که جنگ شروع شدش فکر کنم 10 سالتون بوده دیگه. 9 سالتون. یادتونه چیزی از شروع جنگ؟ تو اهواز بودین اون موقع؟
ما تو هفت‌تپه بودیم، بخشی از در واقع بین شوش و دسفول و اهواز. یه شهرک کارخونه‌ای بود که دوتا کارخونه کاغذ پارس و طرحن شکر اونجا بود و پدر مادر مشغول بودن. بله من یادمه که شبا همیشه ساک آماده کنار در، ولی خب من و برادرم بچه بودیم دیگه، برامون فان بود، همیشه فکر میکردیم آماده سفریم. برای همین من خیلی حالا لحظات تلخ جنگ خیلی یادم نیست، بر من ملموس نیست، ولی انشالله دیگه هیچ وقت جنگ نباشه. هیچ وقت دوست داشتین دوباره برگردین به اهواز؟ نه. البته دلتنگ اهواز هستم، دوست دارم برگردم، ولی یک بارم رفتم اهواز. من خیلی خوزستان رو دوست دارم، مردمش رو دوست دارم، ولی دلگیر میشم وقتی رفتم دیدم اصلا کاملا آثار جنگ مشهوده، به خاطر آب و هوا هواش و به هر حال عوارض جنگ رو میشه احساس کرد و چقدر خوبه که کمی بیشتر به فکر خوزستان و نجاتش باشیم. بله بله. عاشق شدین؟ خیلی زیاد. بله بفرمایین. اول عاشق عروسکام شدم، بعد عاشق پدر مادرم شدم، بعد عاشق یک عشق دنیوی شدم، بعد عاشق پسرم شدم و الان عاشق زندگیم و آرامشی که دارم. خیلی هم عالی. پسر چند سالشه؟ 20 سالشه. ماشاءالله. ببین همه به هم بگن اصلا بهش نمی بیست سال، خدا حفظش کن. و رابطتون که حتما فوق‌العاده است. بله قهرمان زندگی من، علی من و بهترین مشاور زندگیمه. بسیار هنرمندن، البته میدونم دوست ندارن در مورد هنرشون بگم و شاید یه روزی همه متوجه شدن که ایشون چه توانایی دارن، ولی دانشجوی عمرانن. توی 5 سال گذشته بهترین روز چه روزی بوده؟ خیلی از روزا روزای خوبیه، خیلی نمیتونم بگم، ولی واقعیتش رو بگم. بله. شما که میتونین تشخیص بدین راست میگم یا دروغ. بهترین اتفاق زندگی من در رابطه با کارم این بود که به من زنگ زدن و گفتن برای ویلای من دعوت شدین. واقعا دارم صادقانه میگم و اینجا خیلی ها میدونن که دارم صادقانه میگم، و اینکه تونستم افتخار همکاری با شما رو داشته باشم، این در حیطه کاریمه. متاسفانه دیگه خاطرات خوبی از حیطه کاری تو این 5 سال ندارم، اتفاقات خوبی نیفتاده برام، و اونم حالا به هر حال توکل به خدا، چون گاهی اوقات میگم من که پرستارم، قرار نبود بازیگرشم. اگر یه دوره هم کار کردم و موفق و پرکار بودم، خواست خدا بوده و حالا یا به هر حال فرصتایی که وجود داشته. گاهی اوقات حتی خجالت میکشم اگر من پرکار باشم، در صورتی که همکارای فارغ التحصیل این رشته تو خونه بشینن، اونا در ارجعیت هستن. ولی واقعا بهترین اتفاق کاری من همکاری با شما بود. خیلی ممنونم. و خاطرات خوبی که با شما دارم. خیلی ممنونم. مرسی. راجع به این 5 سال اینکه اشاره کردی که حالا خانه نشستن یا کمکاری، راجبش حرف بزنید اگر دوست دارین. چیه مشکل کجاست؟ من فکر میکنم مشکل از بحران اقتصادیه. یعنی بیشتر به این دلیله، چون به هر حال تلویزیون زمانی که بودجه داشته باشه و قصه های خوب داشته باشه میتونه شروع کنه به ساختن، و وقتی بودجه کمه خواه نخواه کار کم میشه و هر کسی ترجیح میده دوست خودشو ببره سر کار. و شاید اشکال از منه، چون من روابط اجتماعی قوی ندارم، خیلی آنلاین نیستم، یعنی خیلی در ارتباط نیستم، خیلی از اوضاع خودم نمیگم، خیلی تو جشن ها شرکت نمی کنم، و این شاید باعث میشه که فراموش بشم. ولی به طور کل یه کمم به نظر من همت کمه برای تولیدات، یه کمی باید به خودمون بیایم که حیفه،
اگر ما انقدر کم کار بشیم و کم فیلم بسازیم و به بودجش فکر نکنیم، سینما و تلویزیون ما نابود میشه، در صورتی که حیف ما خیلی تواناییم، میتونیم خیلی خیلی کارهای خوب ماندگار بسازیم. دیگه درد دل چی داری؟ درد دل بپرسین در مورد کار؟ آره، درد دل نمیشه گفت، ولی یه کمم آقای مدیری یکم هم بعد دیگه چشم و همچشمی توی سینما زیاده. از خودم شروع میکنم. زمانی که مریم کاویانی در او یک فرشته بود دیده شد، در سینمای هوو دیده شد در سال 84، تمام تلفونا به سمت مریم بود و خب به هر حال آدم بعدش نمیاد پیشنهاد کار داشته باشه و من پشت هم کار میکردم و از رو چشم و همچشمیه. اگر ما اعتدال رو رعایت کنیم و اینجور نباشه که همیشه یک دوره از یکی همه جا استفاده کنیم و بعد دیگه مردم چشمشون خسته شه، عوامل خسته شن، بذارنش کنار، این اتفاق پیش نمیاد. اگه اعتدال رعایت باشه، همه سر جای خودشون به طور مرتب باشن، نه زیاده روی، همیشه ماندگارن. خودتون فکری کردین برای اینکه پرکارتر بشین از این به بعد؟ یعنی این کار تمهیدی داره؟ این کار روشی داره؟ راهی وجود داره براش؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم راهش رو نمیدونم. من به اندازه کافی خودم رو نشون دادم که چقدر استعداد دارم و توانام. خیلی دوست ندارم زنگ بزنم بگم منو صدا کنید. یعنی میگم خب اگر بخوان صدام میکنن دیگه، چرا من باید زنگ بزنم؟ هم اونا تو رو دروسی قرار میگیرن، هم اصلا کار هنرمندانه نیست. مضاف بر اینکه این محدودیت بودجه هم باعث شده که خب خیلی اوقات من پیشنهاد سینمایی داشتم تو این 4-5 سال، ولی زنگ می‌زدن می‌گفتن اگر سرمایه گذار داری ما میتونیم بهت نقش بدیم. و من یه هنرمندم، اگر عزیزان قبول کنن من نمیتونم بودم دنبال تهیه پول برای اینکه نقشی بگیرم. و این مشکلات وجود داره دیگه، باید درست بشه. آره حیفه، چون خانم کاویانی بازیگر بسیار خوبی هستن، خیلی خوب صدای بسیار خوبی دارن و بدون حاشیه پشت صحنه خوب، حرفه‌ای، محجوب. و آره حیف، این مجموعه که در شما هست به نظرم، البته خب این بحران یک کمی شاید دامن همه رو گرفته، مشکلاتی که در سینما هست و مسائل دیگه، ولی امیدوارم بهتر از این بشه اوضاع. اعتماد به نفس موضوع برنامه مونه، اعتماد به نفس دارین؟ همه جا نه، خیلی جاها ندارم. کجاها ندارین؟ وقتی خیلی شلوغ میشه و همه هستن، آدم ها هستن، خیلی شلوغ میشه. من البته از بچگی از شلوغی وحشت داشتم و گوشه‌گیر بودم. توی شلوغی اعتماد به نفس ندارم، توی برنامه های زنده اعتماد به نفس ندارم. خب، اصلا اساسا بزرگترین ترس زندگی چیه در شما؟ همیشه یا الان؟ همیشه. خب، از دست دادن پدر مادرم همیشه یه کابوس بود برام و ایشالله که هیچ وقت شاهدش نباشم. الان چیه؟ اینکه آرامشی که دارم از من گرفته نشه. مهمترین نقطه قوت شما چیه و مهمترین نقطه ضعفتون؟ مهمترین نقطه ضعف من همون این که خیلی تلاش نمی کنم، شاید زیادی توکل می کنم به همه چی. این میتونه نقطه ضعف من باشه و حتی میتونه مانع از خیلی از اتفاقات خوب زندگی من باشه. میدونم خودم کوتاهی دارم در حق خودم. بزرگترین مشخصه خودم که خودم دوستش دارم اینه که حالا نمیدونم چجوری بگم، کینه رو نمیشناسم. کینه؟ کینه و دشمنی رو نمیشناسم. از آدم ها اگر دلخورشم باز خودم پیش قدم میشم برای حال خوب خودم، که حال خودم رو خوب کنم. یه چیزی بگم الان، خانم کاوینی میدونید خیلی محجوبن و خیلی همیشه هم همینطورن، ولی وای که خندهشون بگیره پشت صحنه. کلن اون روز ضبط تعطیله، همه میریم خونه، فرداش میایم. یعنی دیگه اصلا میرن از دست میرن
یه طوری میشه که آب قند میدن، یه طوری میشه اصلا یه وضعی. خب حق دارم آقای مدیری، من یه خاطره با خودم و شما رو میتونم تعریف کنم. خب خنده شما هم خنده میاره دیگه ناخودآگاه گاهی اوقات. من بین در واقع دوره ولایه من یه فاصله داشتیم که ایام عید بود و من رفته بودم سفر، 17 یا 18 عید اومدم سر صحنه، شما حالتون خوب نبود، در سر یه سرماخوردگی کلیاتون درد میکرد و اصلا البته همیشه حوصله دارین ولی غمگین بودین. بعد منم سال جدید تازه شما رو دیده بودم، نمیدونم یادتون نه ولی باید یادتون باشه چون خیلی خندیدین. اومدم جلو سلام کردم و عرض ادب و سال جدید رو بهتون تبریک گفتم و بعد شما گفتین مسافرت بودی، گفتم بله. شما فرمودین که خوش گذشت، گفتم نه والا. بعد فرمودین چرا، مگه کجا بودی، گفتم گرجستان. شما فرمودین خب خوبه که، گفتم نه آقای مدیر، اگه بابل سر میرفتم بیشتر بهم خوش میگذشت. گرجستان بابل سر. و شما انقدر خندیدین که من خیلی خوشحال شدم از این که تونستم اون لحظه حال شما رو خوب کنم. اصلا سر همون کلیه هم آزاد شد. تو آره یادمه، مادر بهتری هستید یا بازیگر بهتری؟ نه مادر بهتری. مادر بهتری. البته شاید خیلی فرصت نداشتم مادری کنم در حق علیم، ولی میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن، سعی کردم که در آینده علی خیلی سهیم باشم. خیلی عالی. خودت رو به چه شیعی تشبیه میکنی؟ نمیدونم، اصلا بهش فکر نکردم. الان فکر من همه خودی هم. شیء خاصی که توی خونه باشه یا هر جایی در جهان، باشه؟ هر چیزی در جهان. نه هر چیزی، اصلا میتونه بگی دریا، هر چیزی. من درخت. درخت. نه که بگم ریشه دارم، ولی تو تغییرات زندگیم در فصول مختلف زندگیم خودم رو نمیبازم. دوباره از نو شروع میکنم، مثل درخت. بهار داره، تابستون داره، پاییز داره، زمستون داره. خیلی عالی. چیزی هست که بخواین بگین من نپرسیده باشم؟ نه من البته شما خودتون نمیدونم اگه سوالی دارین. نه نه، اگه چیزی من نپرسیدم دوست داشتید که بگید امشب؟ نه چیز خاصی نیست. مرسی که دعوت شدم به دور همی، خیلی انتظار میکشیدم که باشم. توجه کردن شما آرزوی تک تک در واقع همکارانه و من میدونم خیلی ها انتظار دارن که روی این صندلی بشینن. من ممنونم از شما. خواهش میکنم. و ایشالله همیشه باشید. ممنونم که آمدین، مرسی. سوالی که از همه میپرسم، احساس خوشبختی دارین عمیقا؟ وای خیلی خیلی زیاد. خیلی زیاد. خدا رو شکر. و دو ساله که این احساس به اوج رسید، از زمانی که خواسته و توقعام و در واقع هماهنگ کردم با شرایط زندگیم و تواناییم. بله من خیلی خوشبختم، واقعا خوشبختم. برای همین میترسم از این که یه موقع این آرامش از من گرفته شه. خدا رو شکر، خدا رو شکر. به موزه دور همی ما چی میدین؟ آقای مدیری من یه مجسمه داشتم تو خونه که همیشه خودم رو میدیدم توش، قلبش تو دستشه، مثل خودم که همیشه قلبم و خودم مراقبت میکنم ازش. ولی فکر کردم نه، بهتره که، چون من خیلی به نوشتن اعتقاد دارم و مینویسم، فکر کردم نوشتن خیلی خوبه. من یه گلدون خیلی ناقابله که توش در واقع یه آرزویه که برای صلح جهانی، برای اینکه ما از جنگ و دشمنی دور باشیم و دنیا بتونه بهشت بشه و همه اصلا کلن واژه جنگ و دشمنی رو از ادبیات دنیا پاک کنیم و فقط بگیم بهشت بهشت بهشت. این آرزو رو در واقع نوشتم امروز، دلنوشته من تقدیم بشم. خیلی با ارزشه، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. به به، خیلی متشکرم، مرسی. ما این نوشته شما رو قاب خواهیم کرد و در
موزه خواهیم گذاشت. چون البته بدخط نه اب نداره، چون محتوایی که گفتید بسیار با ارزشه. خیلی ممنون که آمدین. ممنون از شما. اول آرزوی سلامتی دارم، بعد اینکه بدرخشید بیشتر از گذشته، و بهترین آرزوها رو دارم براتون واقعا. همچنین من برای شما و تک تک عزیزان. خیلی ممنونم که آمدید. متشکرم. خب نمایش داریم. بله خسته شدم، طبیعیه. داری دنبال چی میگردی تو آگهی ها؟ یه 4-5 میلیون تومن وام احتیاج دارم، میخوام اینا اگه کسی واگذار میکنه ازش بخرم. واسه 4-5 میلیون تومن میخوای وام بگیری؟ نکن این کارو، خودتو کوچیک نکن، برو از بانک بگیر. خب هر بانکی رفتم گفت زمان میبره، نمیشه. خب نه دیگه، چون تو اعتماد به نفس نداری اینجوری میشه. الان من بهت میگم چی کار کنی. خب ببین الان کف وام بانک 1 میلیارده، اصلا 4-5 تومن مسخره بازیه. حالا تو میری بانک، اولین کاری که میکنی چیه؟ چه کار میکنی؟ اول شماره میگیرم میرم. خب نه دیگه، نباید شماره بگیری. شماره که بگیری میگن ته جیبش شیپیش داره قاب میندازه. آره شما هم اولین کاری که میکنی میری تو بانک، اول لپ اون سرباز دم در بانکو بکش. خب بعد میری سمت میز رئیس بانک، یه در کوچیک هست، نذار اون در رو برات باز کنه. تو دست میندازی اینجوری پشت در، در رو باز میکنی، خودت میری تو. خب این کار زشته یا یه عصبانی میشه؟ نه 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 گوش کن ببین من چی بهت میگم. کاری که من میگم تو انجام بده. میری تو، اصلا همینجوری اول رو سر شکم سیری یه سلام به رئیس بانک میدی. خب تا میاد بپرسه ازت که بله بفرمایید چی کار دارید، تو گوشی و موبایلتو میندازی رو میز. بعد خودتو ولو میکنی رو مبله رئیس بانک اینجوری. نه 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 این طرز نشستن که اصلا صحیح نیست. علنی میگن طرف بیشوره. خب نه بگم بیشوره، بهتر از اینه که 1 میلیارد رو بد ندن که. اگه اصلا اینجوری نشیری 1 میلیارد نمیتونی بگیری. اصلا ببین بعد تا میاد قبل از اینکه حرفی بزنه تو بیشتر ولو شد، فهمیدی؟ هی اصلا وا برو رو مبل. دقیقا هرچی توهین آمیزتر و بدتر بلو بشی فکر میکنن که مایه داری، یعنی بیشتر مایه داری. اصلا اینجوریه. بعدش چی کار میکنی؟ بعدش میای اسم کوچیک رئیس بانکو از روی لباسش میخونی، بعد با اسم کوچیک صداش کن. مثلا میگی نصرت هوا گرمه. نه نه این کار بی احترامیه، میندازم آدمو بیرون. بی احترامی باشه، اصلا بی احترامی نیست وقتی تو مایه دار باشی، اینو بفهم، خیلی مهمه. بعدم الکی گوشی تو در میاری، مثلا داری یه معامله بزرگ گنده میکنی، داد میزنی تو بانکو بذار رو سرت، اینجوری داد میزنی. مگه من نگفتم اون 10 تن بار فندقو برید بفرستین اسپانیا؟ پس شما چه غلطی دارید میکنید تو گمرک؟ بعدم دهنتو وا میکنی 4-5 تا فوش آب دارم میدی. آره گوشی تو که قطع کردی میگی که مظفری هستم سلطان فندق. یعنی چی؟ یعنی این که فندق دست تو الان. مگه سنجابم من؟ مسخره بازی در نیار دیگه. دارم بحث جدی میکنم، تو باید یه جوری رفتار کنی که به بانکی رو بفهمونی من دارم بهتون حال میدم اومدم 1 میلیارد وام بگیرم. بعدم میگی من 1 میلیارد وام میخوام، زود باشین کار دارم میخوام برم. قیمت چی داری میگی؟ بعد اینکه مثلا اطلاعات منو بررسی کنم میفهمن که همون دیگه. اگه یه اون صحبت از اطلاعات شد و گفتن اطلاعاتی حسابتو بده، یه لحظه مکس میکنی. خب بعد میزنی زیر خنده، بعد میری اون بالای لپ رئیس شعبه اون گوشه سمت چپ یه چاله، اون چاله رو میگیری میگی ای نصرت شیطون،
اینجا احتمالاً برات نسکافه میارن. نسکافه رو باید هورت بکشی. نه 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 هورت بکشم که میفهمم آدم حسابی نیستم. خب نباشی، به جاش مایه داری اصلا مهم نیست. اینو بفهم. آره فقط یه چیزی، ببین تو بانک دوربین زیاده. من یه خواهشی ازت دارم. میدونم من برات سخته ها، ولی برای یه ربم که شده تو این دوربینا نگاه نکن. بذار ببینم، زامن نمیخوان ازم؟ آه اگه گفتن زامن میخوان، خیلی اینجوری آرامش خودتو حفظ میکنی، میگی زامن مال نارنجکه نه سلطان فندق. همینجوری. بعدم بلو میشی رو مو به همینجور خش خش میخندی این من. بخند بخند. آفرین. حالا مثلا 1 میلیارد هم دادن. من اصلا چجوری خرجش کنم؟ اصلا چجوری پسش بدم؟ پس بدی؟ چه تو داری 1 میلیارد میگیری که پس ندی؟ اصلا حرف پس دادن رو بزنی اصلا میفهمد تو هیچی نیستی. تو بگیر پس نده. ببین اینجوریه. یه من... ساعت من دارم برای چی میدونم قیمت. من با 1 میلیارد چی کار کنم؟ آه چی کار کنی؟ الان اینو بهت میگم، یه جوری پر کن. الان من میگم به اینا فکر کن، بخند، لم بده، لم دادن رو تمرین کن. الان میام. ها بیا اینا اینو بگیر. الان بهت میگم 1 میلیارد گرفتی چی کار کنی. بیا بگیر بذار چشید. خب بیا بالا، بیا بالا. این چیه الان؟ بیا اینجا بشین. بیا بالا. اومدی بالا؟ الان ما اون بره آبی. میگم گل من او اونجا رو، او اونجا رو، او او از زندگی میلیاردی لذت رو. الان کجا رو میگی؟ الان اونجا رو، بعد اونجا رو، هر جا نگاه کنی یه جوره. آره تو دیوونه شدی. وام خواستی بگو. تاپ یک نرم افزار کامل و و امن پرداخت که تحت نظر مراجع رسمی کشور در حال فعالیته. با خیال راحت میتونین همه ی امور روزانه‌تون رو انجام بدید. مثلا ما در این نرم افزار بیش از 100 مؤسسه خیریه در سراسر کشور داریم که میتونید هر کدوم رو که خواستین از بخش نیکوکاری انتخاب کنین و به هر میزان که بخواین کمک کنین. توجه داشته باشین پولی که پرداخت میکنید مستقیما به حساب مؤسسه خیریه واریز میشه و هیچ مبلغی از اون برداشت نمیشه. اینجوری هم کار خیریه انجام دادیم، هم امتیازتون رو برای بردن یک دستگاه خودروی شاسی بلند خیلی خوب افزایش دادیم. ارسال 44 به 3080 و اینکه هیچ مبلغی کم نمیشه و رایگانه. و خسته شد این حرف آخر. اعتماد به نفس در این دور زمانه برای بعضی ها حلال همه مشکلاته. یه سری قانون داره. تصادف اگه میکنید مقصرم که هستی ترمز دستی رو بکش، قفل فرمون رو بردار پیاده شو. دروغ اگه میخوای بگی زل بزن تو عنبیه یه طرف مقابل، دروغ بگو. میخوای زیراب بزنی
قبلش حتما پرونده های دوران دبستان و دبیرستان طرف و زیر و رو کن. شایعه میخوای درست کنی؟ با بچه ها هماهنگ کن که باهات هم صدا بشن، بگن راست میگه، ما هم اونجا بودیم. تخریب میخوای بکنی؟ با صدای بغض‌آلود تخریب کن که انگار خودت هم جزو صدمه دیدگان اون حادثه ای. سر کار میخوای بذاری؟ بی خودی خودتو با سر و کار گذاشتن 4-5 نفر خسته نکن. از بغل دستیت میخوای دزدی کنی؟ با لبخند دزدی کن، یه جوری که فکر کنه داری مال خودشو برمیداری، مال خودتو برمیداری. اصلا اشتباهی دست اون بوده، یه مدت مال خودته. حقوق زیر دستتو با یه سازوکاری بده که متوجه شه که ارباب تویی. خیلی ممنون که تا این لحظه با ما بودید، در کنار ما بودید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم، شب بخیر، خدا حافظ. متشکرم، خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون.